صبحتان بخیر باسم به با ادامه برنامه صبح ها زندگی خوش آمدین نهم حود روز تاریخی هست که به ما فرصت میده بیم از شجاعت، از حمایت و همچنان از خودگذری های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خود و خانواده هایشان ارجگذاری بکنیم و گرامی داشت بکنیم این روز را روز نهم حود را امروز یک بار دیگر برای همه هموطنهای عزیز خود مبارک باد میگیم و در این لحظات خوشبختانه مهماندار هستیم. محترم پیر سخنگوی فرمانده قمندانی کابل امروز با ما هستند و در رابطه با تجلیل از این روز بیشتر با ایشان میخوایم صحبت بکنیم خواهی مجاهد خوش آمدین به صبح زندگی صبح شما بخیر و این روز را بر شما قلبا مبارک باد میدم بسیار تشکر سلام خدمت شما یک سلام ویژه خدمت تمامی بینندای عزیز شبکه جهانی آریانا ما هم بنابی خود این روز بر شما که یک لباس سلامت مقدس کردن واقعا بسیار مقبولم معلوم میشن چشویتن مقبول این روز خوجسته را به تمامی مردم با افغانستان و همچنان به فرد فرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم و با مسابه یک عضو امی خانواده از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان سار سپاس امتنان میکنم که همچی یک روز به خاطر ارزگذاری و قدردانی شهامت ها قهرمانی ها و رشادت های نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان مسما ساختن شما تشکر میکنم خیلی هم ممنون سلامت باشین آقای مجاهد بیاین در رابطه با این روز بر ما بگوین برای یک سرباز افغان برای یک فردی که در نظام افغانستان خدمت میکنه چقدر این روز و حمایت از این روز میتونه برش مهم باشه نظر به با قهرمانی ها نظر به زحمات نظر به شرایط ما فکر می کنم هر روز باید روز سرباز باشه واقعا سربازان ما اگر در صفوف اردوی ملی هستند و یا در صفوف امنیت ملی هستند و یا در صفوف پلیس ملی همیشان بسیار شجاعانه سینه های خود سپر ساختن و در مقابل دشمنای مردم افغانستان قرار دارند از این خاک از این مردم دفاع میکنند به قدر برشان ارج گذاشته شوه من فکر میکنم خوب خواد بود و امروز به از روزهای تاریخی و پر افتخاری است که فرد فرد منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز به خود میبالند که مردمشان در کنارشان هستند تقدیر میکنن اینا را با دسته های گل با تقدیر نامه ها با مدال ها با تندیس ها ما شاهد بودیم امروز تعدادی از مد مسیر را بودم دیدم که تعدادی از دوستای ما هم جوان ها دختر خانم و هم تعدادی از جوان های پسرها گل ها به دستایشان بود و در چار راه ها به منصوبین نروه امنیتی و دفاعی افغانستان یک یک گل تقدیم می و یک بیرق به گردن انداختن واقعا ما بصفت یک کسی که عضو همین خانواده هستم در همین نظام مستر خدمت هستم افتخار می که بالاخره مردم ما قطر نیروهای امنیتی و دفاعیشان داره و سربازان ما هم شجانه از این مردم دفاع خواهد کرد. بدون شک هموطنان ما هر فردی افغان این کشور هر فردی از نیروی نظامی دولت و حکومت افغانستان خود را دوست داره و براش میباله. بیان آقای مجاهد از فعالیت ها و های پلیس ملی افغانستان از قوندانی امنی کابل بر ما بگوین که در راستای تجلیل از این روز چه برنامه های مد نظر گرفته؟ بسیار تشکر ما م... م... خوشبختانه در یه باخر تا جایی که مردم ما هم در جریان هستند ما دستاردهایی که داشتیم از طریق صفات اجتماعی و رسانه و از آن رساندیم دستاردهای خیلی خوبی به سطح پلیس کابل ما داشتیم من یک مرور کتاب میخوایم به دستاردها داشته باشم یکونه چیزی که بالایش بیشتر تاکید است و خوشبختانه وجود داره اهمانگی بسیار خوب میان نیروهای امنیتی که یعنی تیم امنیتی باید. کابل که جا ریاست امنیت کابل است فرقی یک سد کابل است قماندانی عمومی گارنیزون کابل است و قماندانی امنی ولایت کابل است بین اینا یک هماهنگی بسیار خوب وجود داره از سرباز شروع تا چند همه تلاش دارند که به هر شکلی که میشه تامین امنیت بکنند و ما از یک ما به این طرف عملا عملیات داشتیم در بعضی از نقاط آسیب رسان خصوصا در تعداد از ولسوالی های ولایت کابل که خوشبختانه او هم دستاوردهای خیلی خوبی داشتن که ما اگر مثال بتم در ولسوالی قره ولایت کابل ما بیشتر از 120 میل سلاح مختلف نو کشف کردیم جمعآوری جمع شد و تسلیم شد به پروسی دایاک به همین شکل در ولسوالی پغمان دستاوردهای خیلی خوب داشتیم در بخش مواد مخدر مثلا در یک ماه گذشته ما 121 عملیات در شهر کابل انجام داده بودیم و خوشبختانه در نتیجه عملیات های پیهمی که انجام شد تعداد 125 نفر کسایی که دست به فروش و قاچاق مواد مخدر می زدن با مقدار زیادی از مواد مخدر اینا گرفتار شدن و همین شکل دوست ها، چپالگر ها، در حدود بیش از 200 نفر در طول یک ماه گذشته توسط منصوبین پلیس کابل گرفتار شدن و این همش در یک هماهنگی بسیار خوب با بس سایر نهادها بوده که هم آه 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 یک افتخار بسیار خوب برای منصوبین پلیس کابل بوده خیلی خوب کن... از این روز میخواین چی از این روز ما با واسطه که مردم ما ارچ گذاشتن دولت ارچ گذاشت ما هم مطابق پلان برنامه که داریم مطابق پلانی که از جانب رهبری مقام محترم وزارت امور داخله بر ما آمده ما ویژه از این روز تجلیل خواد کردیم و چون ما مصروف هستیم همه تیم به خاطر تامین امنیتی این روز ما شاید بعد از نوی تجلیل بکنیم که انشالله شما دوستا از طریق رسانا در جریان خواد شدین با با نمایشات ورزشی نیروهای امنیتی با مسابقات ورزشی و با اهدای تعایف که برای منصوبین ما از جانب رهبری دولت از جانب رهبری وزارت امور داخله برشان تقدیم میشه ما این روزه تجلیل خواد خیلی حالی بیان از مشکلات قباندانی امنی کابل بخصوص از پلیس ملی افغانستان بر ما بگین که چه مشکلات را اینا روبرو هستن روزانه خب اگر مبالغه نشه خوشبختانه انقدر مشکلات نیست که ما بالای زوبی پیچیم خوشبختانه امکانات خیلی خوب است در یه آخر شما در جریان هستین تجهیزات ما خوب است فقط بعضی اوقات که مشکلات خلق میشه بعضی چالش های امنیتی و هم برش رسیدگی شده و بعضی اوقات بسیار بزرگ شما شاهد هستین که تیم امنیتی کابل توانستن خونساب سازن و امو مزنونین که تصمیم داشتن که انجام عملات انتاری و انفجاری و تهاجمی را انجام بتن تو رستا اونا را گرفتار کردند، که ما عملا از طریق رسانه ها شریک ساختیم اینه در کل اتر یک مشکل حاد فرارو نیست امکاری مردم وجود داره و ما هم مصمم هستیم مطابق هم و سوگند وفاداری که به مردم و به کشور و به دولت داشتیم مطابق هم سوگند در خدمت مردم باشیم کدام مشکل بزرگ فراروی منصوبین ما وجود نداره انشاءالله و همیشان بسیار قاطعانه بسیار شجاعانه در خدمت مردم هستند و از این دنبال که از این کشور از این بیرق پر افتخاری سر سرزمین دفاع میکنند خیلی حمایت مردم و استقبال مردم از فعالیت های شما از کارکردهای پلیس ملی افغانستان چگونه است ما ب... بسیار خوش هستم ما زمانی که صفحه پلیس کابل مرور میکنم چون بیشترین اوقات من گزارشات از طریق نشر میکنم بینم که کامنت هایی که میای تعدادی از جوان ها تعدادی از مردم ما یعنی این کسا آه، آه، امایت دارن از نیروی شان و یک همکوری بسیار جدی میکنن آه، مردم ما خصوصا در مهار جرایم <applause> کمیش ما هم توقعی مهمی بوده که مردم با پلیسشان همکار باشه و ما بدون مردم شاید نتانیم کاری بکنیم یعنی آه، 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 مردم بسیار جدی همکار هستن ما شماره 119 وزارت امور داخله را داریم شماره 100 پلیس کابل داریم. و تازه که تقریبا یک هفته یک ابتکار دیگه که رهبری پلیس کابل کردن دو شماره شخصی که از نزد شخص قمناسه و امنی کابل می باشه شماره های که 0798 152222 15 22 و 0 20 2100 400 این شماره هایی هستن که مستقیم سکرتر قماندان امنیه تلفن را جواب میده و ملاحظه لحظه مشکلی که باشه به با شخص قماندان امنیه میرسه که هم رول بسیار مهم ایفا کرده مردم ما در بعض نقاط اگر مشکلات مواجه شدین ده. از این طریق تماس گرفتین و تا ما اطلاعی که پخش کردیم تقاضایی که از مردم کردیم در کنار از این که با موارد مشکوک یا افراد مشکوک برمیخورن از, از این طریق ما همکاری بکنن ما برشان گفتیم که اگر در نقاط مختلف شهر یا ولسوالی های کابل شما از پلیس شاکی هستین یا رویه پلیس بدل شما نه شما میتونین با شما را تماس بگیرین تا یک ما بتونیم مطابق قانون اجرات بکنیم و کسایی که اگر خدای ناخواسته منسوبین ما از مسیرشان انحراف میشن یا سرلنگاری میکنن با اونا هم تاجه صورت بگیره خیلی بیاین از فعالیت ها و کارکرت هایی که شما تا حالا داشتین بر ما معلومات خیلی ها خوب داشتین بیاین از یک حقوق بر ما بگوین که یک پلیس میتونه برخوردار بشه. اکثر واقع هایی که در افغانستان مثلا در شهر کابل رخ میده بیاین هموطنای ما در این راستا هست که یک شهروند اجازه نمیته پلیس ازش پرسان بکنه که کجا میری با کی میری یا هم بخواد که موترش رو تلاشی بکنه یا هم بخوای که وارد خانه فکر میکنید تا چه اندازه پلیس ما در این راستا صلاحیت داره تا اینکه هموطنان ما اونایی که بیننده برنامه هستن همین بدگمانی هایی که دارن و همین مسائل و شکهایی که نزدشان وجود را بتونه رفت شه ببینین در اواخر رهبری پلیس کابل فوکس اساسیش بالای تعلیم تربیه و سلوک و رفتار پلیس بسیار فوکس جدی داره و ما هم تاکید بیشتر رهبری پلیس کابل بالای رویه پلیس با مردم است و طبعا پلیس هم توقع داره که مردم آنچنانی که پلیس با آن رویه میکنه به همون شکل یعنی زمانی که احساس میشه که باید یک واسطه چک شوه اونا باید بگذارن که واسطه چک شه و پلیس هم به خاطر تامین امنیت امین مردم توظیف هستن و میتونن که کمک بکنن مردم با پلیسشان باشن و همیش در کنار اینا باشن روی مردم هم خوب است اما تاکید بیشتر همین است که اگر مردم از این قسم که همیش همکاری کردن امکاری بکنن مطابق و ماده های قانون با پلیسشان با نیروهای امنیتیشان باشن انشالله که منصوبین پلیس هم بین همی مردم برخواسته بل. فرزندان همی مردم هستند و در خدمتشان هستند انشالله مشکل نخواد بود خیلی هم ممنون از ای که امروز با برنامه صبا زندگی تشریف آوردین گفتنی های خوبه در رابطه با این روز و فعالیت های خودتان داشتین قلبا ما سپاس میکنیم از شما و در کنارش پردیسر برنامه صبا زندگی حفیظ الله امیری هم قلبا از آقای مجاهد سپاس گذاری کردن که همیشه با برنامه ما همکاری داشتن و مخصوصا در ویژه برنامه هایی که ما همیشه برگزار میکنیم با ما خیلی ها همکاری کردن ما از طرف برنامه صبا زندگی ای این روز را بر شما مبارک بات میگیم و یک خیلی ها کوچک خیلی ممنون آخرین دلوقتي. گفتنی تا با مردم ما فقط دلوقتي میخوایم که با, با یک شیر بسیار کوتاه از و از مردم از ما خدا فیزی بکنم سرباز افغانم نگهبان وطن سرباز افغانم نگهبان وطن هر کجا باشم خونم قربان وطن ار کجا باشم خونم قربان وطن جان فدا سازم خاطر مردمم دوست دارم سنگ آستان خودم تشکر سلامت, سلامت باشین خیلی ها ممنون سپاس بگرده. از اینکه تشریف آوردین باز سلامت. هم این روز براتون مبارک سلامت سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه بیننده برنامه ساب ها زندگی هستین و نهام هوترا بر شما مبارک باد میگم در این لحظات هم آهنگ خیلی زیبای از صدیق شباب تقدیمتان برمیگرد تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین